درخواست ایالات متحده ای آمریکا برای حمایت از حقوق بشر در ایران عنوان جلسه است که با حضور برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه، هدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه و مایکل کوزاک مقام ارشد وزارت خارجه در امور دموکراسی و با حضور احمد باطبی و محسن سازگارا از زندانیان عقیدتی اسبق در ایران دقایق پیش در نیویورک به پایان رسید. گزارشی داریم از این اجلاس. پدر ناو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جلسه فراخان ایالات متحده برای حمایت از حقوق بشر در ایران که در سازمان ملل متحد برگزار شد خواهان آزادی فوری زندانیان عقیدتی در ایران شد در حالی که کشورهای سراسر جهان در سازمان ملل گرد آمدند می خواهم بر زجر بیش از 800 زندانی عقیدتی که هنوز به خاطر ابراز حقوق بشر و آزادی دینی در زندانهای ایران گرفتارند تاکید کنم ما در کنار آنها هستیم و عمیقا برای سلامتی آنها نگرانیم و از رژیم ایران خواهان آزادی فوری آنها هستیم خانم نعور زمن تاکید بر حمایت پرزیدنت از مردم ایران شرکتها و سرمایه گذاران بین خاص از تجارت و سرمایه گذاری در ایران خودداری کنند زیرا به تأخیر اصلاحات در ایران منجر خواهد شد. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز در این جلسه با یادآوری اظهارات مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت رژیم ایران در چل سال گذشته نشان داده است یکی از بدترین نقش کنندگان منشور سازمان ملل و های شورای امنیت سازمان ملل است مهدی آرمی سرای آمریکا